دوستان سلام. توی جمعبندی اضافه کردن کالم ها به جداول میخوام چند تا موضوع تکمیلی رو به شما بگم و اولش اینه که این سوال ممکنه برای خیلی پیش بیاد که ما کجا میتونیم فیلد جدید و کالم جدید در واقع به جداولمون اضافه بکنیم. بریم با هم ببینیم کجا میشه این کار کرد. ما برای اینکه تکنیک مناسب و برای اینکه چطور یک کالم جدید بیایم به جدولمون اضافه بکنیم، به تیبلمون اضافه بکنیم، انتخاب کنیم، سه تا گزینه واضح برامون وجود داره. ببینید، ما بر فرض اینکه از یک دیتابیس SQL سروری یا یک دیتا ورهاوس SQL سروری استفاده بکنیم، اولین راه حل اینه که اصلا قبل از اینکه وارد مراحل پاور بی آی بشیم، بیایم داخل SQL سرور و یه دونه کالم جدید به اون ویویی که داریم ازش سلکت میکنیم دیتا رو یا به اون تیبلی که داریم ازش در واقع سلکت رو انجام میدیم اضافه کنیم. یعنی چی؟ یعنی بریم با زبان برنامه نویسی SQL اون محاسباتی که میخوایم انجام بدیم که یه کالم فرضاً بیاد و بر اساس محاسبه از کالم های دیگه تولید بشه رو تو همون SQL بنویسیم و حتی اگر قرار از جداول دیگه هم استفاده بکنه، اگه دیتابیسمون ریلیشنال باشه میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس اولین گام اینه که ما توی دیتا سورسمون بیایم و اون کالم رو اضافه بکنیم و خصوصاً بچه تو ویوها میدونید که ویو ها همون تیبل اصلی نیستن، یک نمایش از تیبل شما که توش میتونید یه سری چیزها رو با SQL در واقع تغییر بدید. خب پس میتونید توی ویو ها این کار رو انجام بدید. گام بعدی چیه؟ گام بعدی اینه که وقتی شما داده ها رو میارید داخل پاور بی آی، توی محیط پاور کوئری اون کالمنتون رو اضافه کنید. خب پاور کوئری هم به شما اضافه کردن کالم رو اجازه میده. من بهش میگم آشپزخونه پاور بی آی، چون هر چیزی که قراره اون رو سرو بشه رو شما میتونید اینجا بسازید، باهاش در واقع چالش داشته باشید، مرحله به مرحله روش کار کنید. یه چیزی رو اینجا آوردم، اینجا که نمیشتیم add custom columns using m to power query queries. ببینید پاور کوئری یه محیط نسبتاً ویژواله، یعنی شما عمده کار رو از طریق تولزی که اونجا براتون فراهم شده میتونید انجام بدید. اما بریم یه نگاهی داخل پاور کوئری بندازیم و با زبان ام هم آشنا بشیم. ببینید توی محیط پاور بی آی این کلید ترانسفورم رو میزنم. ببینید الان توی این نمونه‌ای که من اینجا دارم ازش استفاده میکنم، یک تیبلی دارم که یه سری داده داخلشه، اما رو همین وقتی که کلیک میکنم، اول که دیدید بالاش نوشته کوئریز، یعنی اون در واقع کوئری که برای فراخوانی صدا زده شده تا این جدول بیاد. اگر دقت کنید در پایه‌ای ترین مرحله شما نگاه کنید رو این جدول چندین کار انجام شده از وقتی که دیتا سورس اومده، نویگیشن شده، پروموت تدرز و یک به یک کارهای مختلف روی این انجام شده تا اینجا آماده شده. به ازای هر مرحله‌ای که اتفاقا تو محیط ویژوال من این کار رو روش انجام دادم، یه دونه اسکریپت این بالا نوشته شده. مثلا چی؟ توی مرحله سورس نوشته که از اکسل ورکبوک برو فایل کانتنت نمیدونم سی یوزرز فلان رو که اسمش بوده لیست آف فلان، این رو بخون بیار. خب دوستان این اسکریپتی که اینجا دارید میبینید نه فرمول اکسل و نه دکس، در واقع اینجا ما داریم ام رو میبینیم، زبان ام یا همون زبان پاور کوئری. یا مثلا ببینید توی قسمت نویگیشن، تو استپ نویگیشن چی نوشته؟ گفته از سورس برو آیتم دامینز رو از شیت ها بخون و دیتاش رو مثلا بیاد، یه همچین چیزی. یا توی قسمت پروموتد هدرز گفته آقا برو تیبل رو پروموت هدر کن، شیت دامینز شیت رو، و پروموت آل اسکالرز ترو، احتمالاً اسکالر هم بیار اونجا و پروموت کن. در حال میخوام بگم زبان نسبتاً زبان خوانایی، راستش من خودم بلد نیستم ام بنویسم،
ولی یه وقتایی میخوام اون استپ رو اصلاح بکنم، چون نسبتا خوانا هست، وقتی یه چیزی رو تغییر دادم میتونم بیام اینجا و توی این تغییرات رو ایجاد کنم. خب حالا ما اصلا یه سربرگی داریم به نام اد کالمن توی پاور کوئری که میتونیم اینجا کالمن جدید اضافه بکنیم، چون موضوع این دوره در واقع دکس هست، من خیلی واردش نمیشم. ولی برای مثال اگر شما بخواید برای یه جدولی که ایندکس نداره، یعنی اون آیدی ابتدایی رو نداره، شما مثلا میتونید بیاید ایندکس کالم براش اضافه کنید. خب و یک استپی رو اجازه بدید من برم پایان چیز و بعد ایندکس کالم رو اضافه کنم. ببینید الان یه کالمی به نام ایندکس بهش اضافه شد، آیدی داد، خب و حالا داره میگه که در واقع ایندکس کالم رو اضافه کن، اسمش ایندکس باشه. مثلا میتونم اینجا اسمش رو بذارم آیدی. خب اسمش شد آیدی. یا اینکه ببینیم این 0 و 1 که نوشته چیه. مثلا اگر 1 کنم از 1 شروع میشه. بله. اگه این استپ رو مثلا بکنم 3 چی میشه؟ 3 تا 3 تا میده؟ بله 3 تا 3 تا آیدی. خب پس شما میتونید توی زبان ام این کالم رو به جدولتون اضافه کنید. ببینید من الان تایید میکنم. خب خونه آیدی هم الان به خونه های من اضافه شد که میتونم توی تیبلم ازش استفاده کنم. اما بعد از استفاده از در واقع پاور کوئری، جایی که ما میتونیم کالم ها رو اضافه بکنیم و در موردش قبلا خیلی صحبت کردیم، اینه که کلکیولیتد کالم ها رو بیایم با همون زبان دکس توی پاور بی آی اضافه بکنیم. خب در مورد این با هم قبلا صحبت کردیم، اما من به عنوان یه دیولپر دیتا یا یک دیتا انجینیر یا کسی که طراحی دیتا مدل دارم انجام میدم، بهتر از کدوم اینا استفاده کنم؟ ببینید شما هر چقدر که فرایندها رو به سرعتش کمک بکنید به نفعتون. یعنی مثلا وقتی همه داده ها واکشی شده و بیایید محاسبات رو بسپارید به عهده دکس، وقتی جداول فشرده و جداول جمع و جور دارید هیچ اشکالی نداره. ولی اگر بخواید روی حجم بالاتر دیتا این کار رو بکنید، ترجیح با اینه که توی پاور کوئری این کار رو انجام بدید که اون فرایند ETL که داره پشت صحنه انجام میده خودش بری محاسباتو بکنه، در این اینکه پاور کوئری زبانی که در واقع ام برای شما بهینه هم این کار رو انجام میده و ریسورس بهتری مصرف میکنه. و خب انجام توی سورس دیتا و اونجایی که ویو اصلی شما هست خیلی کار خوبیه، چون میتونه در واقع یکسان داده ها رو در اختیار پاور بی آی بذاره، به شرطی که روی اون دیتابیس عملیاتی شما یا اپریشنال دیتابیستون نباشه، که تازه اون ویو یه بار سنگینی رو به اون دیتابیس عملیاتیتون وارد نکنه. خیلی وقتا ما داریم از دیتا ورهاوس استفاده میکنیم، از دیتابیس های واسط استفاده میکنیم و اینجا میتونید شما راحت روی ویو ها اینو اضافه کنید. اما به طور کلی یه پیشنهاد خودمونی که بهتون بدم، توی پروژه های کوچیک و متوسط تهش فرقی نمی کنه که شما از کدوم متد استفاده کنید، یعنی با اونی که دستتون راحت تره و بهتر می فهمیدش این کار رو انجام بدید. اما سعی کنید الگو داشته باشه، یعنی هر آنچه که می رسید رو در واقع به صورت تصادفی انتخاب نکنید. یه بار با دکس، یه بار پاور کوئری، یه بار با SQL سرور. مثلا ببینید ما یه دیتا سورسی رو توی SQL سرور موجود داریمش و میتونیم بر اساس یه جدول مرتبط باش اون کالم رو اضافه کنیم تو همون SQL سرور. خب میتونید این کار رو اینجا انجام بدید. اما ممکنه چند تا سورس رو آوردید، میخواید با هم ترکیب کنید و هیچ جا قبل از پاور بی آی همه اینا رو کنار هم ندارید. خب واقعا اینجا چاره ای نیست که بعد از دیتا مدلینگتون توی دکس این کار رو انجام بدید. یعنی یه مقدار منطق درش دخیله و از طرفی اون فناوری که شما بیشتر بلدید، اگه با دکس بیشتر بلدید، با ام بیشتر بلدید یا با اسکوئر، میتونید هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید. مرسی که همراه من هستید. از اینکه لایک و سابسکرایب میتونید، خیلی متشکرم. درود برشم.